در سازمان ملل بر بخش حقوق بشرش که در ژنو نشست‌های سالانه‌اش و فصلیش برگزار میشه، نشست‌های متفاوتی برگزار میشه. نشست 37 اون الان در حال برگزاری است، از هفته گذشته آغاز شده و داره پیش میره. دوستان ما در اروپا، مثل آقای دکتر نایب هاشم که همواره با ایشون صحبت کردیم، خانم فاطمی، خانم شعله زمینی و بسیاری از دوستان کنشگر هر سال در این، هر فصل در این برنامه شرکت میکنن، تلاش میکنن که نگاه خودشون رو به سوی مسائل حقوق بشر ایران به گونه ای که کشورهای دیگر متوجه این شرایط باشن معطوف میکنن، نشستهای جانبی دارن، اعتراضهاشون رو مطرح میکنن. به هر حال یک کنشگری بزرگیست که انجام میشه. خب اجازه بدین که پیش از این که به خانم شعله زمینی رو روی خط بیاریم، چون در آستانه روز زن هستیم، 8 مارچ روز زن رو به تمامی زنان شاد باش بگیم. بیش از 100 ساله که روز زن به عنوان روز حرکت زنان، به عنوان خواه برابری خواهی، دستیابی به حقوق برابرشون، دستیابی به آزادی های بیشتر، دستیابی به اون چیزی که بعدها در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مطرح شد وجود داشته. به این ترتیب اجازه بدین 8 مارچ رو پیشاپیش به همه دوستان، به ویژه زنان، به ویژه زنان میهنمان و به ویژه کنشگران حقوق زنان شاد باش بگن. خب برویم به اروپا و با خانم شعله زمینی در ژنو گفتگو کنیم. خانم شعله زمینی عزیز، درود بر شما. منم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و من هم 8 مارس رو به همه زنان کشورمون و همینطور مردان برابری خواه تبریک میگم. در حقیقت این روزی نیست که فقط مخصوص زنها باشه، بلکه مخصوص همه برابری خواهان جهان هستش. به این ترتیب من بار دیگر به شما و یارانتون که در ژنو هستین شاد باش میگم روز جهانی زن رو که پیش روز 8 مارچ روز جهانی زن. خب برویم به این سو. خانم شعله زمینی عزیز، شما و یارانتون در هر نشستی که در این ژنو برگزار میشه که به صورت فصلی مسائل سالانه‌شون، در تمامی این نشست‌ها حضور پیدا می‌کنین و به نسبت به گزارش‌ها حتی در زمینه‌هایی که مناسب هست واکنششون میدین و ما همواره تلاش کردیم شما و یارانتون رو در برنامه داشته باشیم. امسال آقای گوتیرش دبیر کل سازمان ملل دو تا مسئله هست. نخست اینکه اونجا رو گشایش داد، آمد و خب برنامه رو افتتاح کرد و در موردش صحبت کرد، ولی پیش از اون، وقتی که ایشون پیش از اون که در اونجا باشه، گزارش حقوق بشرش رو که منتشر کرد، مسائل بسیاری در مورد ایران رو روش انگشت گذاشته، از اعدام ها گرفته، مسئله اقلیت های مذهبی گرفته و زنان گرفته. در خدمت شما هستیم اگر ممکن است در مورد اون چه که در گزارش ایشون آمده به ما لطف کنین نظرتون رو بگید. حتما آقای گوهرزاد، دبیر کل سازمان ملل همیشه در دو نوبت در سال گزارش هایی رو در رابطه با ایران میره میده با توجه به قطعنامه هایی که در سازمان ملل تصویب میشه و گزارش ایشون این دفعه به ماه مارس، همیشه گزارش های خانم اسما جهانگیر که من بعد الانه در حقیقت به همه ایرانیان تسلیت بگم که ایشون دیگه بین ما نیست. واقعا مرگ ناگهانی ایشون هم یکی از مسائلی بودش که یکی از قلب همه ما رو شکونده، اینطوری بگم براتون دیگه. گزارش ایشون و همینطور گزارش دبیر کل قرار بودش که ماه مارچ بررسی بشه. به خاطر مرگ ناگهانی خانم اسما جهانگیر صحبت پیش اومد که گزارش خانم اسما جهانگیر در این نشست داده بشه یا نه، و بعد در نهایت تصمیم گرفته شد که این اتفاق هم بیفته. در نتیجه ما توی این نشست هم با وجود اینکه خود خانم جهانگیر دیگه بین ما نیست، گزارش ایشون بررسی میشه و همینطور گزارش دبیر کل. دبیر کل همونطور که گفتین به اعدام ها پرداخته، به صورت مفصل در رابطه با این صحبت کرده که تعداد اعدام ها مثلا نسبت به 2 سال قبل، 3 سال قبل کمتر شده در کلیتش، ولی
همچنان جزو آمار بسیار بالا هستش در رابطه با اعدام، موضوعاتی که به اعدام رسیده صحبت کرده، در رابطه با اینکه همچنان در ایران اعدام کسانی که در زیر سن 18 سالگی جرمی انجام دادن و به مناسبت اون به اعدام محکوم شدن داره اجرا میشه، با وجود اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و در حقیقت این اتفاق نباید در ایران بیفته. در رابطه با تعدادشون صحبت کرده، اینکه چه تعداد در لیست اعدام هستن از این کودکان، 80 نفر رو ایشون در گزارششون گفته و اینکه 5 نفر در سال 2017 حداقل اعدام شدن. میدونین که در رابطه با اعدام ها متاسفانه مسئله که وجود داره اینه که بسیاری از اعدام ها مخفیانه انجام میشه و تازه سالهای بعد هست که خبراش میاد بیرون، در نتیجه آماری که داده میشه میتونه به سمت بالا حرکت بکنه. از جمله مسائل دیگه که ایشون در موردش صحبت کرده در رابطه شکنجه هستش و مجازات های غیر انسانی تحقیرآمیز دیگه، از جمله غیر از شکنجه های فیزیکی و روانی به قطع عضو و شلاق، این دوتا رو در رابطه با انواع شکنجه گذاشته و همینطور دسترسی نداشتن زندانیان به امکانات درمانی رو جزو موارد شکنجه گذاشته و این خب همونطور که ما میدونیم مسئله هستش که در مورد بسیاری از زندانیان اتفاق میفته. خیلی از زندانیان به خاطر دسترسی نداشتن به امکانات درمانی از بین رفتن. خانم زمینی اجازه بدین که برای اینکه آقای آوایی از ایران، من نمیدونم با اینا با چه، نمیدونم آدم مثلا شرمش میشه صحبت کنه، کسی که در کارنامش به عنوان کسانی که در دهه 60 به ویژه کشتارهای 67 یکی از کسانی بوده که دخالت داشته و یعنی انجام داده و دستش به خون ایرانیان آلوده است و در واقع یک کشتارگره، بعد از آقای پور محمدی ایشون حالا وزیر دادگستری شده، به نظر میاد که وزارت دادگستری یعنی وزارت بیداد هستش. ایشون هم سخنرانی کرد و به نوعی در سخنرانیش تلاش کرد که بگه که تمام این چیزی که در مورد حقوق بشر در ایران گفته میشه ساخته پروپاگاندای کشورهای غربی به ویژه آمریکاست. میخواستم نظرتون رو در مورد سخن آقای آوایی بشنوم. آقای گوهرزاد، واقعا خجالت آوره که صدای حقوق بشر یک کشور کسی باشه که خودش مسئول قتل اگر نه صدها نفر حداقل ده ها نفر هست، یعنی ایشون جزء کمیته مرگ کمیته 3 نفره زندان یونسکو بوده در دسفول، در استان خوزستان دسفول و اهواز، و اصلا کلی در دادگاه ایران تریبونال نمیدونم تا چه حدی شنوندگان و بینندگان این برنامه اون رو در جریانش هستن، ایشون به این قضیه محکوم شده به قتل زندانیان سیاسی در دهه 80. و در این پنلی که وجود داره و پنل در حقیقت مقامات عالی رتبه هستش، همه کشورها سعی میکنن بهترین افراد حقوق بشریشون رو بفرستن و بهترین ایده های حقوق بشری رو مطرح کنن اونجا، یا نگرانی های بسیار شدیدشون رو اونجا اعلام بکنن. و بعد از طرف ایران واقعا برای اولین بار هستش که یه همچین اتفاقی افتاده، در حقیقت طبقه بندی فردی رو که فرستادن عوض شده، یعنی تا الان اگر که کسانی می اومدن که خب حالا به هر دلیلی افراد سیاسی که طرفدار حکومت ایران هستن، طرفدار حکومت زور و ظلم هستن، از یک درجه بندی دیگه یه تا اینکه آدم یه قاتل رو بفرسته توی یک نهاد بین المللی حقوق بشری و این رو به عنوان نمایندش اونجا بیاد صحبت بکنه. میدونی که ایشون در اتحادیه اروپا ممنول ورود هستن، در حقیقت اجازه ورود به اتحادیه اروپا رو ندارن، منتها سوئیس خب جزء اتحادیه اروپا نیستش و از طرفی هم به خاطر اینکه از طرف ایران معرفی شده بودن به سازمان ملل، احتمالاً سوئیس مجبور بوده بهشون اجازه ورود رو برای سازمان ملل بده. ولی واقعاً این مسخره کردن یه همچین ارگانی هست از طرف کشور ایران، و مطمئن باشین که این مسئله رو جامعه بین المللی فراموش نمی‌کنه. همونطور که بسیاری از کسانی که در جلسه بودن اومدن بیرون وقتی که ایشون شروع کردن به صحبت کردن، من
ما خودمونم جزء کسانی بودیم که از جلسه رفتیم بیرون، ولی بعد من بیرون که بودم میدیدم که همینطور میام بیرون از توی جلسه. بله. و مثلا نماینده اتحادیه اروپا اونجا حضور نداشت وقتی ایشون شروع کردن به صحبت کردن، اومدم بیرون از جلسه. و این مسئله نیستش که نادیده انگاشته بشه. من نمیدونم که این اشتباه واقعا بزرگی بوده، اشتباه سیاسی بزرگی هم بوده از طرف ایران که یک قاتل رو بفرسته به این جمع در حقیقت. بله، اگه اجازه بدین، من دیدم از یاران شما خانم پگاه فاطمی هم در نشست حضور داشتن و یک صحبتی هم کردن، یک کلیپ یک دقیقه خورده ای ما از اون داریم. به ویژه اینکه این به دوستان بگم، این کوشش دوستان، شما میتونید در کلیپاش در یوتیوب و یا تارنمای خودشون پیدا بکنید و به دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و اگر آماده باشه میبینیم با هم. پنلیست ها بابت مشارکت های پرمحتوایشان تشکر می کند. سوالات راهنمای بحث شما به نظر ما نیز به مهمترین چالش ها بر سر راه بهبود حقوق بشر با استفاده از روند UPR پرداخته است. هماهنگی کامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه هر کشوری به همراه همکاری های بین المللی در موفقیت اجرای توصیه ها به سهم بسزایی دارد. تجربه ما درباره حداقل یکی از کشورهای مورد نگرانی ما نشان داده است که وجود درک مغلوطی از استقلال قوه قضاییه و مجریه در آن و تضادهای عمیقی میان یک قوه قضاییه کاملا انتصابی و قوه مجریه تا حدی انتخابی که رئیس آن حتی اختیار انتخاب آزادانه وزیر دادگستری را ندارد، موجب شده است که در این کشور هیچ نهادی در عمل خود را مسئول اجرای تعهدات پذیرفته شده در چهارچوب UPR و پیشنهادهای دیگر مکانیزم ها را ندارند و نمایندگان این دو قوه مسئولیت عدم اجرای آنها را به گردن دیگری بیاندازند و از این رو پس از دو دوره تغییر محسوسی در اجرای پیشنهادهای قبول شده صورت نگرفته است. واضح است که در چنین کشوری و کشورهای مشابه آن، اراده‌ای برای ایجاد یک برنامه عمل برای پیشنهادهای مکانیزم‌های حقوق بشر از جمله پیشنهادهای پذیرفته شده در UPR وجود نداشته باشد و از این رو کمک مؤثری هم از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر یا دبیر کل خواسته نشود. ما در این حال متاسفیم که تاکنون تنها حدود 20% کشورها چنین برنامه عملی را تهیه کرده و آن را پیش می‌برند. پنلیست‌های محترم، تجربه ما نشان می‌دهد که هرگاه نمایندگان قوه مجریه به شمول وزارت خارجه در این شورا مسئول کشور معین در ارتباط با UPR بودند، اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده بهتر پیش رفته است. ممنون می‌شویم که شما نظر کارشناسان خود را در این باره بگویید. ممنون آقای رئیس. خب خانم شعله زمینی عزیز، برویم در این وقت باقی مانده به سوی مسئله دختران خیابان انقلاب و اون این روز میبینم که شماری از اونها در زندان هستن، 35 نفر در مجموع در دستگیر شدن. میبینم که وضعیت نامناسب مریم شریعت مداری در زندان قرچک از ایران گزارش شده از سوی خانم ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار، دختری که در یادمون باشه رفت روی صندوق برق ایستاد و پلیس اون رو به زمین هل داد و به این ترتیب موجب شکستگی، پارگی در بخش زانو و شماری از جراحات رو داشته. ولی امروز اعلام میشه که به دلیل نرسیدن امکانات بهداشتی ایشون در شرایط خوبی نیست. دقیقا همینطوری که میفرمایین آقای گوهرزاد. اول من میخواستم در مورد این مسئله حجاب که خیلی در موردش صحبت میشه، الان باز دوباره در نماز جمعه، تریبونهای نماز جمعه صحبت شده در مورد اینکه حتما زنها باید حجاب داشته باشن. آقای گوهرزاد، از جمله حقوق زنها و حقوق مردها این هست که در رابطه با آرایش و پوشششون خودشون تصمیم بگیرن. این واقعا یکی از نقض کردن کرامت انسانی یه زنه که یه نفر دیگه بهش بگه تو چی بپوش یا چی نپوش. هر کسی خودش تصمیم میگیره که چی میخواد بپوشه و چی نمیپوشه. اگر که آقایونی که در حکومت هستن در ایران، و من واقعا داشتم یه مطلبی رو در موردش کار میکردم، دیدم که مثلا تصمیم گیری در رابطه با پیوستن ایران به کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زن و سیدا رو
شورای نگهبان در نهایت در موردش تصمیم میگیره و شورای نگهبان امروز میانگین سنش مال فقهاش که مخالفت میکنن بالای 72 ساله. اینا باید تصمیم بگیرن با تربیت 72 سال پیش خودشون و با فرهنگ 72 سال پیش خودشون که زنهای جوان مملکت ما و کشور ما، زنهای درس خونده مملکت ما و کشور ما چه لباسی تنشون بکنن، این حد اقلیه که هر کسی خودش میتونه تصمیم بگیره. و من واقعا متاسفم که به این شکل این آدم ها دارن خودشون رو مسخره عام و خاص میکنن. ما توی جامعه بین المللی حضور داریم و میبینیم که وقتی که در مورد این مسئله صحبت میشه اون لبخند تمسخری که روی لب جامعه جهانی میاد به چه شکلی هستش. و همین جمعه بود فکر میکنم، دقیقا جمعه، نماینده ایران در بحثی که دیالوگ مستقیمی که با گزارشگر ویژه در حقیقت حقوق فرهنگی بود اونجا اومد و اعتراض کرد به اینکه چرا در بعضی کشورها اجازه نمیدن زنها روز حجاب داشته باشن. بعد به اینا گفتش که این مسئله دو تا سر داره. اگر که شما نگران این هستین که کرامت انسانی زنها در اروپا داره نقض میشه به خاطر اینکه اجازه بهشون نمیدن حجاب سرشون بکنن وقتی میخوان برن دانشگاه یا سر کار، این رو هم باید در نظر بگیرین که به زور سر کردن روسری سر زنها هم نقض کرامت انسانی اونا هستش و شما در این شرایط دارین یک جمعیت 40 میلیون نفری رو حقوقشون رو نقض میکنین بدون اینکه خودشون علاقه به این قضیه داشته باشن. حجاب در ایران اجباری هست. ایران تنها کشوریه که حجاب اجباری برای غیر مسلمان ها و حتی خارجی ها داره، یعنی حتی عربستان سعودی همچین چیزی رو نداره. و من نمیدونم که تا کجا میخوان این مسئله رو ادامه بدن و تا کی قراره که ایران به خاطر رفتارهای زشتی که داره سر میزنه از کسانی که شاید واقعا آدم گاهی فکر میکنه اون آقای پلیسی که پرت کرد این خانم از اون بالا پایین دستور نداشته اینو پرت کنه، ولی به خاطر مسئولیتی که تمام نیروهایی که خشونت اعمال کردن در تمام این سالها به تظاهر کنندگان، به افرادی که در زندان ها هستن، حتی مرگ زندانی ها رو باعث شدن، به خاطر مسئولیتی که داشتن باز هم این رفتار داره ادامه پیدا میکنه. در صورتی که اگر که یک کشوری کشور حکومت قانونی باشه، حکومت قانون در اون وجود داشته باشه، در اون کشور همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. کسی که همچین کاری رو انجام بده و فیلمش هم باشه جاش توی دادگاهه و جاش به عنوان یک مجرم باش عمل میشه، نه که بیاد دستش هم اینجوری بکنه ها تموم شد و دفعه جاش اون خانومی رو که ایشون پرتاب کرده به عنوان مجرم دستگیر کردن و الان در زندان و بیمارستان و بعدم وثیقه تعیین کردن که خب ایشون گفته من اصلا مجرم نیستم که وثیقه بدم بیا. خیلی مسئله است دقیقا. و این حکمی که در حقیقت اتهامی که به این دخترها زنها به این زنها دادن که روسریشون رو برداشتن، اتهامی که دادن اتهام فساد هستش و این اتهام اصلا نمیخوره با اون چیزی که در قانون ایران هست. یعنی این یه چیز سلیقه‌ای نیستش که هر کسی هر چی و دلش خواست یه جوری بچرخونه و بگه خب حالا حکم این نفر اینه، برای که من اینقدر زیاد بدم مده کاری که انجام داده. در صورت که مسئله حجاب دقیقا قانون داره، قانونش حبس بیشترین تا جایی که من یادم باشه یا 3 ماه یا 6 ماه است و جریمه نقدی و هیچ چیز دیگری نیستش. بله، من از شما سپاسگزاری میکنم. برای اینکه به بخش دوم برنامه پیوند داشته باشیم از کارگردان عزیز تقاضا میکنم که این ویدیو کلیپی رو که در تارنمای شما در فیسبوک حقوق بشری که شما دارین وجود داره برای ما پخش بکنن. سپاسگزار از حضورتون و از یارانتون و دوستانتون تا هفته های آینده. با تشکر آقای مرسد. خواهش میکنم. خب میرویم و این ویدیو کلیپ رو میبینیم تا بتوانیم پیوندی برقرار کنیم با مهمان دوم برنامه آقای دکتر مهران مصطفی. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و
روزگار غریبی است. در کشورهای دیگر برای روز زن دارن تلاش میکنن که به حقوق بیشتر دست یابن. در ایران حکومت تلاش میکنه که حقوق رو بیشتر ضایع کنه، طرفدار حقوق زن رو به زندان بیاندازه، وکلا رو در بند بکنه و از این حرف.